مجموعه یک کلاغ و 40 تکه از جنون نام تازه ترین کتاب شعر گراناز موسویه که نشر آی خانوم در کابل منتشر کرده. گراناز موسوی شاعر و فیلمساز ایرانیه که اولین مجموعه شعرش به نام خط خطی روی شب در سال 1376 مورد توجه منتقدین ادبی در ایران قرار گرفت. از خانم موسوی 5 مجموعه شعر منتشر شده. گراناز موسوی شاعریه که به قول خودش به نقش اجتماعی شعر باور داره و شعرش رو بازتاب تجربه زیستن در جامعه میدونه. خانم موسوی از ملبورن استرالیا با ماست تا درباره یک کلاغ و 40 تکه از جنون با هم صحبت کنیم. خانم موسوی، چرا تصمیم گرفتید کتاب رو در افغانستان چاپ کنید؟ به خاطر اینکه من 8 سال کوشش کردم از طریق 2 ناشر مختلف در تهران مجوز نگرفتیم و در نتیجه من وقتی که رفتم کابل زندگی کردم و ارتباط گرفتم با دوستان شاعر، اهالی قلم و ادبیات در کابل، به این نتیجه رسیدم که خب چرا که نه، کتاب میشه در کابل منتشر بشه. کابل برای من تهرانی دیگره، واقعا امکانه، به نظر من واهیه برای همه نویسنده و شاعرای ایرانی. اگر در ایران نمیشه یا نمیخوان به هر دلیلی، کابل هم جاییست، جای بسیار خوبی هم هست. شعرهای متأخر شما به نظر میاد که کوتاه‌تر شده و بُعد روایش کمتر شده، در حالی که درونی‌تر شده و شخصی‌تر در مقایسه با شعرهای قدیمی‌ترتون که طولانی‌تر و زبانش هم تند و تیزتر بود. دلیل این تغییر شکل و محتوا چیه؟ ببینید، من شعرهام از مواجهه خودم با زندگی برمیاد، یعنی تجربه زیسته منه که به شعر، به قالب شعر در میاد، در جان شعر ریخته میشه و طبیعتاً آینه در برابر آن چیزی که من به عنوان یک زن شاعر و در عین حال یک شهروند جهان، این کولی که من هستم که از گوشه‌ای به گوشه دیگر مدام این چمدان سفر در دستمه و مدام در حال حرکتم، خب این تجربه ها رو منعکس میکنه. مجموعه حافظه قرمز سیاسی اجتماعی تره، مربوط به دوره ای میشه که من به دلایل تجربه زندگی خودم دچار عصبیت بیشتری بودم، انگار اعصابم لخت و در معرض‌تر بود و خب اینها به اون شکل توی شعر جلوه کرده و در این دوره شعرها شخصی‌تره، عاشقانه‌تره، در عین حال نمایانگر همون زندگی کولیواریه که خب در این دهه از زندگیم داشتم. در واقع یک آینه در برابر زندگی خودم این شکلی شده زندگی. ارجاع به زنان شناخته شده مثل فروغ فرخزاد، لیلی، زلیخا بارها تو شعرهای این مجموعه تکرار میشه. انگار تصویری تو ذهن ایجاد میکنه از زن عاشق پیشه که عشقش همراه با رنج و پرمخاطره. درباره این ارجاعات بگید. خوشحالم که به این اشاره کردین. دست انداختن به متون دیگره دیگه، یک حرکت بینامتنیه که ارجاع میده به یک المان، یک شخصیت یا یک خط از یک متن دیگه، ولی در واقع یک جهان متنی دیگر رو دعوت میکنه به فضای شعر به صورت کاملا تلویحی. به این وسیله خب لایه های دیگهی به این جهان شعری اضافه میکنه. برای من حرکت پس و پیش در این فضاها، در این متون جذابه، در این دورهی که دارم کار میکنم و این شخصیت ها و این زنان خب قطعا بخشی از این بازی هستن. یعنی اون لحظه که می نویسم شعر رو الزاماً به اینها فکر نمی کنم، ولی چون ذهنم درگیر این متون هست یا درگیر این رفت و برگشت ها در این فضا هاست، خب طبیعتاً موقع سرایش همه اینها به کار میاد و دیده میشه توی شعر. تو این مجموعه واژه های سیاسی می بینیم که انگار تغییر کاربری دادن و گاهی توی یه مفهوم اروتیک یا شهوانی ازشون استفاده شده، مثل انتحاری، تن به تن. درباره این تغییر کاربری ها توضیح بدید. ببینیم، باز دوباره به این جهان بیرحم خشن به شدت سیاسی شده برمیگردم که نه فقط سرنوشت ماها رو به عنوان شهروند در اختیار گرفته و سوار ما شده، بلکه زبان ما رو و جهان زبانی ما رو هم در واقع داره برش آمریت میکنه.
این کارها در شعر تمردی است بر آن آمریت، به این معنی که شما آن چیزی رو که بلوکه شده، به یغما برده شده توسط صاحبان قدرت در این جهان، دوباره در شعر باز پس میگیرید، ازش آشنایی زدایی میکنید و به این وسیله بر آن آمریت تمرد میکنید. خودم که جودو کار نمیکنم، ولی از جودو یاد گرفتم اینکه ظاهرا در اون نبردی که بین دو جودوکار اتفاق میافته، یکی اون نیروی وارده همون رو با تکنیک خودش بر میگردونه به اون نفر اول. در شعر خب دست شاعر از جهان قدرت کوتاهه، ولی دست شاعر در جهان زبان و کلمه بسیار بازه تا بی نهایت. این کارها مثلا با این واژگان به نظر من به یغما رفته و بلوکه شده و مصادره شده توسط صاحبان قدرت، صاحبان رسانه، کسایی که سرنوشت در واقع جهان امروز ما رو در دست گرفتن و تعیین میکنن، نوعی تمرد به همین آمریته، آشنایی زدایی از اون مفاهیم و رها کردنشون از دست آمریت و قدرت. اگر ممکنه یکی از شعرهای این مجموعه رو برای ما بخونید. اسم این شعر هست بیت المقدس. بعضی چشم ها می توانند آدم را غزه کنند، ناچار، خراب، بگیر و ببند، در گوشه ای گرفتارت کنند و پیش چشم دنیا تنت را از زار و زندگی و زیتون بتکانند. تنهایی آیتی است که وقت غروب نازل می شود، دور از اورشلیم چشمانی که همه می خواهند.